درود بر شما دوستان و همراهان بسیار عزیز در این گروه و در این کانال. امیدوار هستم که با تمام ناملایماتی که وجود داره زندگی همچنان به کامتان شیرین و گوارا باشد. در این برنامه میخوایم که در مورد هویت صحبت بکنیم، این که هویت چی هست، سطوح مختلف هویت و این که هویت چگونه شکل میگیره و چگونه تغییر پیدا میکنه. مهمان ما در این برنامه استاد حمزه واعظی، نویسنده، پژوهشگر و جامعه شناس است. آقای واعظی در طی سالهای عمرش به عنوان نویسنده و پژوهشگر کتابها و مقالات متعدد را منتشر کرده در این حوزه که در دو کتاب اخیرش در حوزه جامعه شناسی و علوم سیاسی روی موضوع هویت تمرکز کرده. آقای حمزه واعظی بسیار خوش آمدین به برنامه ما، بسیار تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. سلام خدمت شما جناب باذل بزرگوار و دوست گران عرض شکرانمایه و همچنین از ارادت خدمت همه کسانی دوستان عزیزانی که ما را احتمالا میبینند. آقای واعظی شما را میشه گفت چون در بخش هویت زیاد کار کردین، شما را میشه گفت که متخصص این حوزه یا این موضوع هستین. در واقع هویت اگر بسیار به شکل ساده بپرسیم هویت چی هست؟ تشکر شما. البته من در واقع القابی را که شما ذکر کردین بزرگواریتان هستم، من خود جامعه شناس میدانم و متخصص هویت، ولی 4 روزی در این حوزه ها یک سری مطالعاتی داشتم. به هر صورت پرسش هویت به نظر من یک پرسش بسیار بنیادین و اساسی هست، ضمن که یک پرسش مدرن هم هست. بحث هویت با انسان مدرن و فرهنگ مدرن و دنیای مدرن مربوط و معطوف هست. از زمانی که در واقع جهان و انسان قرون وسطی را پشت سر گذراند، بحث هویت هم به عنوان یکی از مؤلفه های مدرنیته مطرح شد و چه در سطوح مختلف فردی و اجتماعی و ملی به عنوان یکی از مباحث مدرن مطرح شد. نگفته نگذارم که اصلا بحث هویت با دانش مدرن پیوند دارد، به این معنی که از زمانی که علومی مانند جامعه شناسی و دانش‌هایی مثل روانشناسی اجتماعی و روانشناسی و همطور علوم سیاسی در واقع به عنوان دانش‌های مدرن انسانی در عرصه دانش و علم هویت پیدا می‌کنه و در واقع گسترش پیدا می‌کنه، بحث هویت هم به عنوان یکی از محوری‌ترین و مهمترین بحث هایی هست که در جامعه شناسی، در روانشناسی اجتماعی و در علوم سیاسی مطرح میشه. به این خاطر پرسش هویت یعنی اینکه ما کی هستیم، من کی هستم، ما کی هستیم و در چه جهان زندگی میکنیم و چه مراحل، چه ارزش ها، چه فرهنگ ها و چه پیوند هایی را با اطراف خود داریم، ما با دیگری داریم، با جوامع مختلف داریم، با افراد مختلف داریم، با گروه‌های اجتماعی مختلف داریم. بنابراین بحث هویت بحثی هست که معطوف به دانش مدرن و همچنین پرسشی هست از کیستی و چیستی هویت فرهنگی و اجتماعی انسان. بله بسیار تشکر. آیا در میان جامعه شناسان، کسانی که در این حوزه کار میکنن و تخصص دارن، یک اجماع کلی بر سر تعریف هویت وجود داره؟ ببینید هویت ما 2 تا در واقع نظریه مهم در مورد هویت داریم. یکی برخی از جامعه شناسان هویت را یک امر ساختارگرا میشناسند و بعضی از جامعه شناسان ذاتگرا یا به معنی دیگه سازگرا و جوهرگرا، به این معنی که ما اگر هویت را به عنوان یک امر فرهنگی و اجتماعی در نظر بگیریم، این هویت سیال هست و ترکیب شده از عناصر معنوی، اجتماعی، فرهنگی و فردی. اما بحث دیگر که یا در واقع نظریه دیگر، نظریه زادگرا ازش نام میبره یا جوهرگرا، نظریه است که بیشتر معطوف است به اینکه هویت منبعث از خون، قومیت و راز است، بله اتنیک است. به این خاطر است که در اون صورت ما هویت را یک امر جامد میدانیم، یک امر ثابت میدانیم و یک امر فطری میدانیم، در حالی که اگر ما از منظر فرهنگی و اجتماعی و هویت بین داریم، هویت یک امر سیال هست. به این خاطر است که در مجموع بین جامعه شناسا دو تا نظریه همونطور که عرض کردم وجود داره، یکی نظریه که هویت را امر معطوف به فرهنگ، ارزش ها و روابط انسانی میدانند و در عین حال سیال، و نظریه دیگر این که هویت را منبعث از اتنیک، قوم و خون میدانند. پس میشه گفت که هویت، پس میشه هم گفت که هویت در واقع متشکل از هر دو بخش است، هم ساختارگرا هست و هم ذاتی، درست است؟ نمیشه گفت که متشکل، بستگی به این داره که ما همونطور که عرض کردم این روزه به خصوص در دوره پسامدرن که ارزش های مثلا تکثرگرایی، نسبیتگرایی و در واقع تعامل متفرق انسانی و تحولات بسیار در واقع شتابناک فرهنگی اتفاق میفته، جامعه شناسا عموما گذر کردن از به اصطلاح نظریه ذاتگرایی که صرفا هویت را مبنای در واقع خون و نژاد بدانند، به خاطر از اینکه از نظر علمی و ژنتیک هم ثابت شده که اصلا انسان ها در واقع نژاد خالص نیست، از خونی خالص ساخته نشده و در مرور زمان و در گذر تاریخ انسان ها ترکیب شده از انسان نیاندرتال بگیر تا انسان مدرن امروزی، در واقع اینها دارای تطورات فرهنگی، اجتماعی و ذهنی مختلفی در واقع طی کرده این تطورات شد. و این خاطر است که ما امروزه بسیاری از جامعه شناسان یا در واقع اغلب جامعه شناسان با توجه به بحث جهانی شدن، با توجه به بحث پست مدرنیسم، مسئله هویت را یک امر فرهنگی اجتماعی بیشتر می‌دانند. بسیار تشکر. بعد شما در دو کتاب اخیرتان همونطور که در ابتدا هم گفتم به هویت ملی پرداختین که در هر دو کتابتان، یکی که عنوانش سازه‌های ناقص هویت ملی است و همچنان یک کتاب دیگه‌تان به نام هویت‌های پریشان، در این هر دو کتاب شما در مورد هویت ملی در افغانستان پرداختین و هویت ملی را در افغانستان ناقص و پریشان خواندین. میتونین بگین که بر چرا هویت ملی در افغانستان ناقص و پریشان است؟ راستش من از سال 2000، یعنی از آغاز سال 2000 پرسش هویت ناگهانی برایم به وجود آمد و اون زمان خیلی جوان بودیم و به هر حال دوره دانشجویی بود. این پرسش به وجود آمد که ما اولا به عنوان یک مهاجر در دنیای از پریشانی و هویت پریشی قرار داریم و دومی که به عنوان یک شهروند که مربوط و منصوب به کشوری مانند افغانستان است، ما در کجای این جا قرار داریم؟ یکی پشتون هست، خود برتر از دیگری میدانه، یکی خود هزاره میدانه، متعلق به مغول میدانه و مغول رو به عنوان سرآمد تاریخ بشریت میشماره و همینطور اقوام دیگر و انسان‌های دیگر. به خاطر این پرسش به شکل یک دغدغه اصلی و فکری و نظری برایم به وجود آمد و شروع کردم به تحقیق و تفحص که متاسفانه اینجا باید بگم که من حتی به یک مقاله علمی در حوزه به اصطلاح هویت ملی از سوی دانشمندان و متفکرین و نویسنده‌های افغانستان برنخوردم، حداقل من برنخوردم. علایی که در به زبانهای دیگه مثل زبان انگلیسی یا روسی نوشته شده باشه من آگاهی ندارم، اما دست کم در حوزه زبان فارسی من نیافتم که یک مقاله علمی با متد جامعه شناسی در حوزه هویت ملی پرداخته شده باشد. به همین خاطر سال 2002 که این کتاب چاپ شد، شاید بشه گفت که تا اونجایی که من در جریان هستم و ما تحقیق کردیم، اولین کتابی که بود که در حوزه هویت ملی در افغانستان، پرسش هویت ملی را در افغانستان مورد کنکاش و تحقیق قرار میداد و بحران‌هایی را که ما باش مواجه هستیم مورد سوال قرار میداد و در واقع نواقصی را که ما از اون به عنوان سازه‌های ناقص نام بردیم، اصلا هویت را یک سازه فرهنگی میدانند، یک سازه اجتماعی میدانند. و این خاطر است که ما با سازه‌های مختلف و ساختارهای مختلف هویتی که در افغانستان مواجه هستیم، این ساختارها درست است. مثلا ما با عناصر مثل سرزمین، مثل حاکمیت، مثل فرهنگ، تاریخ مشترک، با اینها تا حدود زیادی مواجه هستیم، اما هیچگاه این عناصر در واقع نتوانسته به عنوان یک محور بلوغمند فرهنگی و اجتماعی هویت‌های متکثر افغانستان را احتوا ببخشد. یعنی به این معنی که مثلا شما اگر روی دین به عنوان عنصر نگاه کنید، ما قرائت‌های مختلفی در افغانستان داریم، فرقه‌های مذهبی مختلفی داریم که هیچ کدام با همدیگر تعاملی مثبت نداشتند. ما در واقع از تاریخ مشترک 5000 ساله نام میبریم که بسیاری از ماها یا در بسیاری از پژوهشگران روی یک محور تاریخی مشترک در واقع توافق نداره. هر کس دید خاصی از تاریخ داره، برداشت خاصی از تاریخ داره و همینطور میراث‌های مشترک تاریخی را به عنوان عناصر هویت ملی اگر نگاه کنیم، شما روی هر میراث تاریخی که انگشت بگذارین در واقع یک اجماع نظری وجود نداره. به همین خاطر است که ما تعبیر هویت‌های سازه‌های هویت ناقص را در واقع به این کتاب برگزیدیم و سعی کردیم در واقع یک مقدمه بگشاییم برای بحث که خوشبختانه بعد از او هم متوجه شدم که بعد از چاپ این کتاب بعضی از دوستان دیگه از جمله دومین کتابی که من دیدم آقای دکتر عبدالغفور آرزو بعد از اون نشر کردن به نام هویت ملی که البته من متاسفانه کتاب رو به دست نیاوردم و نخوندیم ولی عنوانش دیدم دیگه. بعد صورت بعد از اون فکر میکنم که این با تمام این حرف ها، یعنی از یک سو بگیم که شاخصه های هویت ملی اونچنانی که در دنیای غرب در واقع تعریف شده در افغانستان وجود نداره، اما در عین حال در افغانستان بر طبل ملت و ملی میکوبند و همیشه سعی میکنن یک سری شاخصه ها را به عنوان هویت ملی برای مردم، برای همه به یک نوع تعمیم بکنن. ملت همونطور که شما هم گفتین یک مقوله مدرن است. بافت های اجتماعی که در افغانستان وجود داره هنوز قبیله‌ای و بر مبنای تقسیم بندی های قومی استوار است و بیشتر ساختاری به نحوی میشه گفت که ساختار ما قبل مدرن داره. با این وضعیت ادعای ملت کردن از سوی حداقل حاکمان، این یک تناقض‌گویی نیست به نظر شما؟ متاسفانه مشکل افغانستان اگر ما از چارچوب نظری بهش نگاه کنیم خیلی عمیق است. این که امروزه ما با بحران، ما اصلا در کتاب به عنوان از هویت ملی به عنوان یک بحران نام بردیم، یعنی ما با بحران هویت ملی مواجه هستیم چون تعریف های مختلفی وجود داره از هویت ملی و مصداق ها و عناصر مختلفی را ما بر عناصر هویت ملی میشماریم که هیچ کدام از این عناصر بر همدیگر منطبق نیستند و هیچ کدام از این عناصر در واقع تعریفی مشترک و در واقع بچه مشترکی را ایجاد نکردن. اگر ما به شکل کلی بخوایم یک چارچوب نظری برای اینکه چرا هویت ملی در افغانستان شکل نگرفته، 3-4 یا در واقع 5-6 تا عنوان را میتونیم در قسمت نام ببریم. یکی مهمترین مسئله اینه که در افغانستان غیریت سازی، یعنی تقسیم خود و دیگری، مرز بین خود و دیگری، این یکی از بحث های بسیار جدی است که چی در عرصه فرهنگی، چی در عرصه زبانی، چی در عرصه تاریخی، چی در عرصه سیاست و چی در عرصه های حتی روابط جمعی و اجتماعی بین عوام این مسئله وجود دارد. یعنی ما با یک پدیده ای، یک مقوله به نام غیر مواجه هستیم، یک خود و غیر. این غیریت سازی در واقع مهمترین مؤلفه ای بوده که ما را در واقع از همدیگر دور کرده. با اون که جامعه شناسا میگه که هویت یک پدیده اجتماعی است و در این هم در واقع تفاوت وجود داره، هم تشابه وجود داره. یعنی ما بر اساس یک سری تفاوت ها دیگری رو میشناسیم و بر اساس یک سری تشابه ها خود را میشناسیم و همدیگر را میشناسیم، کسایی که با ما شبیه هستن میشناسیم. از اینجاست که بحث هویت همونطور که عرض کردم چون یک بحث اجتماعی هست که در واقع معماری نظریه که البته خب جا داشت که در مورد سابقه این مسائل صحبت بکنیم، ولی معمار نظریه هویت اجتماعی که هویت را به عنوان یک پدیده اجتماعی میشماره هنری تاجفیل هست و جان ترنر. اینها در واقع هویت را یک امر اجتماعی میدانند. حالا خب مشخصات خیلی زیاده برش نام میبره که اینجا جای بحث نیست. عرض میسته که یکی از در واقع مؤلفه های این هویت میتونه تشابه و تمایز باشه، اما ما در افغانستان به جای تشابه و تمایز تفرق را و معانده را، تعاند را و در واقع تقابل را به عنوان یک مؤلفه اجتماعی در روابط هویتی خود برگزیده. به این خاطر است که پدیده غیریت سازی مهمترین مسئله است که ما را از همدیگر دور ساخته و هویت ها را متفرق و متقابل ساخته. دومین مسئله فقدان شناخت فرهنگی است، یعنی به این معنی که باورهای غلطی که اقوام افغانستان نسبت به همدیگر دارند و دیدگاه های منفی که نسبت به همدیگر دارند، مثلا شما در مورد مسائل مختلفی از ارزش های مذهبی بگیر تا سنت های اجتماعی، یک در واقع هیچ کدام از اقوام نسبت به دیگری قضاوت از روی شناخت ندارن، از روی تأمل ندارن، یک قضاوت ذهنی هست، قضاوت پیشداورانه هست. این عدم شناخت فرهنگی در واقع باعث شده که ما با تفرق هویت ها مواجه باشیم و تفسیرهای متفاوت از هویت ها. مسئله دیگر در واقع فقدان تعامل است، یعنی به این معنی است که مثلا شما در نظر بگیریم که زیست جغرافیایی و اقلیمی متفاوت اقوام مختلف در جاهای مختلف، البته الان در این سالهای اخیر یک مقدار عوامل مختلف باعث شده که شهرنشینی بیشتر شود و بعدش تعامل اجتماعی یک مقدار بیشتر صورت بگیرد، اما تا 20 سال قبل، تا 40 سال قبل در واقع این تفاوت‌های جغرافیایی، این زیستی در واقع محدود و محدود در محدوده خاص جغرافیایی باعث شده بود که تعامل بین اقوام و هویت‌ها صورت نگیرد و به دلیل اینکه راه وجود نداشت، جاده وجود نداشت، شهرنشینی کمتر بود، به دلیل اینکه تجارت رونق پیدا نکرده بود، به دلیل اینکه در واقع نظام سیاسی یک نظام فراگیر نبود، به دلیل اینکه ما رسانه‌های اجتماعی نداشتیم که بتونه اقوام رو به همدیگر معطوف و مربوط بکنه. همین بحث شهرنشینی و ایجاد ارتباطات راه و اینا که از چند سال قبل به ایسو شروع شده، فکر میکنیم که در بحث در امر همگونسازی هویتی بین اقوام کمک بکنه؟ دقیقاً. خب عنصر دیگه هم اگر شما اجازه بدین میخوایم که یک چارچوب نظری برای اینکه ما چرا دچار این مشکلات هستیم، یعنی در واقع به تعبیری که ما به کار بردیم دچار سازه های ناقص هویت ملی هستیم، اگر اینجا روشن شده به نظرم خیلی و روشن کردن بحث کمک میکنه و به فهم موضوع کمک میکنه. عنصر چهارم در واقع منابع قدرت سیاسی هست. یعنی قدرت سیاسی هیچگاه در افغانستان یک قدرت فراگیر ملی نبودن، بیشتر نمایندگی میکرده از طایفه خاص، از گروه اجتماعی خاص و حتی از طبقه خاص، و عموما در واقع این قدرت یک قدرت بی ثبات بوده، قدرت فراگیر نبوده، فقط در عرصه به اصطلاح یا در حوزه شهرها حاکمیت داشته، اما عموما ساحه وسیعی از جغرافیای افغانستان خارج از تیررس قدرت سیاسی بوده و خدمات اجتماعی در اونجا وجود نداشته و اعمال به اصطلاح حس ملی در اونجا صورت نمی گرفته و در واقع یعنی یک نوع حاشیه نشینی و مرکز گریزی وجه غالب زندگی اجتماعی در افغانستان بوده. این مسئله باعث شده که در واقع قدرت سیاسی نتونه کارکردهای اساسی که برای تولید هویت ملی و تأمین هویت ملی خیلی مؤثر است، از قبیل احساسات ملی، زبان مشترک، منافع مشترک و در واقع خاطرات جمعی مشترک را ایجاد بکنه، این حاکمیت سیاسی یا قدرت سیاسی از این امر در واقع غافل بوده و ناتوان بوده. عنصر پنجم به نظر من خیلی باز هم مهم است، ما با یک بحرانی که من از اون بحران الیت نام میبرم مواجه هستیم. الیت به این معنی که نخبگان قومی، نخبگان سیاسی، رهبران اجتماعی، گروه های مرجع و حتی روشنفکران به اصطلاح افغانستان هیچگاه مسئله به نام هویت ملی را به عنوان یک در واقع بستر برای تعامل و گفتگو و همپذیری مطرح نکردن. شما اگر رهبران قومی را مگه در نظر بگیرید، بیشتر رهبران یک قوم خاصی بودن تا رهبری به اصطلاح اجتماعی مربوط به تمام بازتاب دهنده احساسات و ادراکات تمام اقوام باشه یا حداقل تمام یک قوم باشه، چه رسد به اینکه تمام اقوام افغانستان یک قوم را که حالا شما در نظر بگیرید، هیچ کدام از رهبران اقوام نتانسته در واقع بازتابگر احساسات و ارزش ها و خواسته ها و عقلانیت تمام یک قوم باشه. قوم خودش. بله. در حوزه همونطور که در ابتدا خدمت شما عرض کردم، الیت به خصوص الیت فرهنگی و نخبگان فکری و روشنفکران افغانستان هیچگاه بحث تا همین 20 سال اخیر، دو دهه اخیر در واقع بحث به نام هویت ملی را از منظر چارچوب نظری اینا دغدغه اصلیشان نبوده، یا درک درستی از هویت ملی نداشتن، یا ترسی از به اصطلاح طرح بحث داشتن، یا اصلا فهمی از هویت ملی وجود نداشتن تا به عنوان یک معضل انسانی فرهنگی و ملی و این بحث از چارچوب نظری و تئوری بپردازند. و همین خاطر است که من خدمتتون عرض کردم که در سال 2000 آغاز قرن 2000 که من در واقع هویت ملی را برای به وجود آمد، من حتی یک مقاله نتونستم پیدا بکنم که از نظر تئوریک و چارچوب نظری و موضوع به عنوان یک معضل، به عنوان یک پرسش اساسی و بنیادین فرهنگی و اجتماعی و ملی از سوی نخبگان ما و فرهنگیان و روشنفکران ما مطرح شد. خب عنصر دیگه این است که ما در افغانستان درست است که مراحل مختلفی به شکل زیگزالی مراحل مختلفی از در واقع دوره مدرنیته را سپری کردیم. از دوره امیر حبیب الله شروع شد، یک سری مظاهر مدرنیته را خواستن در افغانستان وارد بکنن تا دوره امیر امانالله خان و تا بعد دهه دموکراسی و بعد از دوره خلفی ها و میرسیم به دوره مجاهدین که اینها در واقع یک تاریخ مقطع ما باش مواجه هستیم، یک مقاطعه تاریخی صورت میگیره در هر مقطعی. به خاطر است که پروسه مدرنیسم یا امر مدرنیته به عنوان یک امر به اصطلاح نیازمند فرهنگی و مدرن در جامعه افغانستان بستر اجتماعی، بستر فرهنگی و بستر تحقق پیدا نکرده و به همین خاطر است که ما واقعا نهادهای مدرن، نهادهای دموکراتیک، نهادهای تولیدگر اندیشه اجتماعی، نهادهای مدنی که بتونه در واقع بازتابگر احساسات جمعی باشه، بازتابگر عقلانیت جمعی باشه، در افغانستان ظهور پیدا نکرده. به همین خاطر است که عقیم ماندن پروسه مدرنیسم در افغانستان هم یکی از دلایلی بوده که ما با پدیده مدرن منام هویت ملی در واقع با دیدی با تفکر قبیله‌ای، با تفکر بدوی، با تفکر با اندیشه عشیره‌ای باش مواجه شدیم و همین خاطر است که هویت ملی به عنوان یک عنصر مدرن، یک پدیده مدرن، از اونجایی که ما با در واقع عقیم ماندن پروسه مدرنیته در افغانستان مواجه هستیم شکل نگرفته. خب مسئله دیگه ای که به نظر من خیلی مهم است که کمتر یا به شکل خیلی دقیق و عمیق و علمی و در یک چارچوب نظری باش مواجه نشدیم اینه که سیاست یکسانسازی، یعنی ما با یک سیاست یکسانسازی در افغانستان به خصوص در دهه‌های اخیر، نیم قرن اخیر مواجه هستیم. این سیاست یکسانسازی مبتنی بر در واقع این بوده، مبتنی بر این بوده که یک زبان خاص را، یک قوم خاص را، ارزش‌های فرهنگی یک طایفه خاص را و در واقع الگوهای زیست حتی یک طبقه خاص را ما به عنوان فرهنگ ملی جا بندازیم و به یکسانسازی همه اقوام مبادرت بکنیم و این در واقع مهمترین مانع و براترین شمشیری هست که میتونه بحث ریشه هویت ملی را از جا بکنه و قطع بکنه. هویت ملی همونطور که عرض کردم یک امر سیال هست، یک امر معناساز هست، یک امر خودآگاه هست و یک امر هست که مبتنی بر در واقع تغییر و دگردوسی هست. این مشخصات در واقع مشخصات است و تکثر، یعنی فرهنگ ملی یا هویت ملی تکثر پذیر است. ما اگر این عناصر و این خصلت ها را برای قوام بخشی عناصر هویت ملی در نظر نگیریم، هویت ملی شکل نمیگیره. هویت ملی که مبتنی بر یک عنصر باشه، مبتنی بر یک ارزش های یک قوم باشه، مبتنی بر یک زبان باشه، به هیچ عنوان جنبه عملی و علمی به خود نمیگیره. بسیار تشکر استاد. به عنوان آخرین سوال این که همین، البته این موضوع هنوز هم در رسانه ها داغ است. چند وقت قبل، چند روز پیش در واقع، اداره احصایه افغانستان به دستور اشرف غنی توایف و قبایل اقوام غیر پشتون را به عنوان از جمله هزاره ها را و تاجیک ها و ازبک ها را به عنوان اقوام مستقل در شناسنامه هایشان درج کرده. این کار چقدر به این روند هویت ملی سازی در واقع که اصلا وجود هم نداره چی ضربه میزنه؟ یعنی چی اندازه این روند را به تاخیر میندازه؟ اگر قرار باشه 10 سال دیگه ما به هویت ملی برسیم، چی اندازه این تاثیر داره روی ببینید از منظر علمی اگر به قضیه نگاه کنیم، سوای بحث های سیاسی و رسانه‌ای، نظر من از منظر علمی و جامعه شناسی به قضیه اگر نگاه کنیم، این رسمیت بخشیدن یا احترام قائل شدن به هویت های متکثر یکی از مهمترین بسترهای شکلگیری هویت ملی هست. اینکه ما همه هویت های خرد هویت ها را، هویت های ملی، هویت های قومی، هویت های عشیری، هویت های فرهنگی، هویت های مذهبی و عناصر مختلف هویتی را که هر گروه اجتماعی برای خودش تعریف میکنه، اینها را اگر به رسمیت بشناسیم، در واقع ما به تکثر فرهنگی بها قائل شدیم. از نظر علمی و جامعه شناختی ما یک مرحله در واقع خیلی مناسب را برای شکلگیری هویت‌های متکثر یا در واقع همپذیری هویت‌های متکثر و به رسمیت شناختن هویت‌های متکثر این گام را برداشتیم. اما چیزی که متاسفانه وجود داره اینه که در افغانستان هر سیاست فرهنگی که صورت میگیره پشتش یک خباثت سیاسی وجود داره، یک نیت سوی سیاسی وجود داره و این نیت سوی سیاسی است که در واقع باعث واکنش های متفاوت میشه، باعث در واقع تفرق و تفریق پذیری جمعی ما میشه و این معنی که ما به دسته های مختلف، به جای از اینکه ما دسته های مختلف را به رسمیت بشناسیم، به تکثیر دسته های مختلف بیشتر کمک میکنه و این تکثیر دسته های مختلف نه به عنوان تنوع بلکه به عنوان تفریق به اصطلاح در امر سیاسی و در نتیجه گیری سیاسی ما باش مواجه میشیم. اون غیر که شما در ابتدا از این جهت است که ما در واقع مشکل پیدا میکنیم. خب ببینید مثلا یکی از موضوعاتی که امروزه ما با افغانستان در عرصه تعامل اجتماعی مواجه هستیم، نوع هویت پناهی هست. به این معنی که اقوام مختلف، گروه های مختلف، اقوام مختلف به خورده گروه های مختلف تقسیم میشه داره. مثلا شما در نظر بگیرین در جامعه هزاره، خب ما عناصر همبستگری مثل محیط اجتماعی، فرهنگ مشترک، زبان مشترک، مذهب مشترک و بسیار از عناصر ارزشی و خاطرات جمعی مشترک، جامعه به نام جامعه هزاره را به هم دیگر وصل کردن. خب این جامعه حالا چی به اصطلاح از نظر مذهبی به اسماعیلیت تقسیم شده باشه، چی به اثنی‌عشریه تقسیم شده باشه، چی به زیدیه تقسیم شده باشه و چی به سنی تقسیم شده باشه، همش یک جامعه هزاره است که پیوندهای عناصر مختلف دیگه و فراوان اجتماعی دیگه وجود داره که اینها را به عنوان یک از نظر فرهنگی، به عنوان یک قوم که میگم از نظر فرهنگی دیگه نه از نظر نژادی تبلور میبخشه. اما امروزه همین جامعه به خورده گروه های اجتماعی و در واقع خورده گروه های قومی مختلفی تقسیم شده. همینطور در جامعه پشتون، همینطور در جامعه ازبک و در جامعه ترکتبار که شما میبینید که در جامعه ترکتبار هم هویت های مختلفی در واقع با گرایش تقابلگری شکل گرفتن. مثلا ما در گذشته تمام جامعه ترکتبار را به نام یک چتر کلان به نام جامعه ازبک میشناختن، ولی امروزه در همین جامعه به اصطلاح خرده گروه‌های مختلف خواهان در واقع نقش هویتی خود هستن. البته یه امر درستیه، یعنی شما از نظر علمی و از نظر جامعه شناختی اگر به قضیه نگاه بکنی امر درستیه، چون همونطور گفتم هویت یک امر سیاله، یک امر دیگردیسی پذیر هست، یک امر نمادساز و معنی ساز است و به همین خاطر است که در هر زمانی آدم ها میتونه خود را تعریف بکنه در قالب ارزش های جدیدی، در قالب فرهنگ جدیدی تعریف بکنه و به همین خاطر است که مثلا ما اگر از منظر علمی و قضیه نگاه کنیم، این هویت خواهی خورده هویت ها امر مذمومی نیست، امر ناپسندی نیست، امر درستی هست. ولی مسئله این است که در جامعه افغانستان این در واقع تفاوت ها و تمایز ها همطور که عرض کردم تبدیل به تفرقه ها و تضاد ها و تعانت ها و تقابل ها میشن. به همین خاطر است که ما در نتیجه با یک امر به اصطلاح علمی مواجه نیستیم، با یک رویکرد علمی مواجه نیستیم، با یک رویکرد سیاسی و یک نتیجه منحوس سیاسی مواجه هستیم. از این جهت است که امروزه در افغانستان یک رویکرد به نام رویکردی که من از او به نام هویت پناهی نام میبرم شکل گرفته. یعنی ما سعی میکنیم که برای ایمنسازی خود، برای احساس امنیت و ایمنسازی خویشتن خود مجبوریم به هویت قومی پناه ببریم. یعنی در یک فشردگی جمعی، یک فشردگی اجتماعی به اصطلاح پناه ببریم. این فشردگی اجتماعی و جمعی در واقع نوع جمود را، نوع به اصطلاح غیریت سازی را در امر تعامل کلانتر ایجاد میکنند. به همین خاطر است که ما با رویکردهای مثلا اونطور که شما نام بردین 72 قوم ساختن، اینها در واقع نتیجهش نتیجه سیاسی است. به خاطر از اینکه پشت قضیه و پشت موضوع یک امر سیاسی و یک هدف سیاسی نهفته است. بسیار تشکر استاد عزیز با این بیانات بسیار شیوا و آموزنده، و همچنان تشکر از شما دوستان عزیز که تا حال با ما همراه بودین. بخش اول برنامه به همینجا به پایان میرسه. بخش دوم برنامه را هم در ویدیوی بعدی میتونین لینک شده در اینجا ببینید.